اصلی ترین چالش پیش روی در واقع صنایع و خصوصا صنایع در واقع تکمیلی موضوع ناترازی انرژی و برق هستش که ما نمودمون رو در تابستان امسال که حالا داریم به اواخرش میرسیم نزدیک میشیم کاملا مشاهده کردیم. اعتراضات زیادی رو ما از در واقع شرکای صنعتی بازخورداش رو داشتیم به دلیل قطعی‌های به اصطلاح فراوان برق و خاموشی‌هایی که اتفاق افتاد. به جرات میتونم بگم تقریبا حداقل یک سوم ظرفیت‌های بالقوه‌ای که امکان استفاده بود فقط و فقط به دلیل این موضوع ناترازی بلا استفاده موند و به حال صنایع آسیب‌های جدی از این قضیه دیدن. و مشکل دیگه این هستش که این چالش کماکان پیش روز، یعنی اگر یک چشم‌اندازی وجود داشت که ما میگفتیم حالا به هر حال در سال آینده سالهای آینده مدیریت خواهد شد و کمتر خواهد شد، شاید این امیدواری میتونست کمک بده به صاحبان صنایع که به هر حال با همون انگیزه قبلی خودشون ادامه مسیر بدن، ولی متاسفانه افقی روشنی وجود نداره فعلا. این چیزی هستش که ما به هر حال از مسئولین زیرب میشنویم، از در واقع صاحبان به هر حال صنعت متوجه میشیم و اینکه بعضا اخبار ضد و نقیضی هم میشنویم راجع به میزان ناترازی. حضور ذهن دارم که مثلا حالا سال گذشته موضوع 10-12 هزار مگاوات رو به عنوان یک به اصطلاح چالش یا گپ ناترازی اعلام میکردن، اخیرا موضوع رو به بالای 20 هزار مگاوات اعلام کردن که این واقعا نگران کننده هست.